فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان سیاسی و کنشگران مدنی و دادخواهان بار دیگر مطرح شده. پس از ربایش و اعتصاب قضایی حسین رونقی، فعال سیاسی، از آزادی او با قرار وثیقه جلوگیری شده. خواهر فرزاد انصاری فر از کشته شدگان آبان 98 هم به 4.5 سال زندان محکوم شده. فشار بر فعالان سیاسی و اجتماعی و بستن فضای اجتماعی چه دلایلی داره؟ من آزاده اثری هستم، با چشم‌انداز امروز همراه با شما. خبرهای منتشر شده درباره تلاش برخی نمایندگان برای تصویب یک ماده قانونی تا تهیه محتوا برای رسانه‌های اجتماعی همچون توییتر و یوتیوب جرم‌انگاری شود. همزمان در رسانه‌های اجتماعی خانواده‌های دادخواه هم از افزایش فشارها می‌گویند و اینکه تهدید این خانواده‌ها شدت گرفته. آیا این فشارها می‌تواند بقای نظام را تضمین کند؟ پیش از شروع برنامه صحبت‌های پدر حسین رونقی رو بشنویم از مقابل زندان اوین تهران که از آزاد نشدن فرزندش میگه. این ویدیو ساعتی قبل در فضای مجازی منتشر شده. من پدر حسین رونقی ملکی هم. در تاریخ 4/12/1300 غیرقانونی بازداشت شده و رو بودن. تا کنون در بازداشت بوده و زیر شکنجه. از آن روز احتساب خوش کرده تا کنون. امروز نیز تمام کارهای اداری آزادیش انجام گرفته، ولی متاسفانه از دادسرای 33 اوین و دادستانی و شعبه 2 دادیاری هیچ گونه اقدامی نکرده. سند نیز بازداشت شده، جان فرزندم در خطره. الان هم نامه را دادیم به قاضی کشیش، میگه ما روز شنبه اقدام میکنیم. اگر در صورتی برای فرزندم کوچکترین مشکلی به وجود بیاد، مسئولین جمهوری اسلامی ایران مسئولم و جوابگو. امیدوارم هرچی سریعتر امشب فرزند من آزاد کنن. اگر در صورتی آزاد نکنن، اگر کوچکترین مشکلی به وجود بیاد مسئولن. آزادی فرزندم را خواست دارم. ابتدا همراه میشیم با رضا اکوانیان، فعال حقوق بشر از بروکسل، تا آخرین خبرها رو از افزایش و فشار بر فعالان سیاسی و رسانه‌های اجتماعی به ما بگه. آقای اکوانیان، وقت شما بخیر. از آخرین خبرها در مورد فشار سیاسی بر فعالین مدنی و سیاسی و انجیوها برامون بگید. سلام، وقت شما هم بخیر. من ابتدا خب از یکی از بچهای دادخواه در واقع به نوعی میشه گفت پیشکسوت باید اول شروع بکنم، که خانم اکملی، شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی از جان باختگان اعتراضات سال 88 هفته قبل خب ماموران امنیتی ریختن تو خونهشون و خونهشون رو تفتیش کردن. بعد از اون دخترشون خانم مریم کریم بیگی رو احضار کردن و خانم کریم بیگی هم روز یک شنبه رفتن به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات، اونجا مورد بازجویی قرار گرفتن. بعد خب مادرشون مجدد احضار شد و ایشون هم مورد بازجویی قرار گرفتن و بعد از ایشون هم در واقع این علاوه بر ضبط وسایل شخصی خانم اکملی و دخترشون بود که توی خونه مامورا با خودشون برده بودن. بعد از ایشون همینجوری که اشاره کردید خب آقای رونقی هم با گذشت 7 روز همچنان توی بازداشت هستش و وکلاشون هم طبق اون اطلاعی که داده بودن روز شنبه گفتن که پرونده‌ای براشون توی شعبه 2 دادسرای اوین باز شده. بعد از ایشون خب همون جور اشاره کردید خانم فرزانه انصاری فر رو داریم که در واقع این اول من نکته اشاره کنم. بعد از اینکه فرزاد انصاری فر توی اعتراضات آبان 98 جونش رو از دست میده، خانواده‌شون یک شکایتی رو مطرح میکنن که اون شکایت قرار منع تعقیب از طرف دادگاه کیفری بیوان براش صادر میشه. بعد از اون خب ما شاهد حکم 4.6 سال حبس برای فرزانه بودیم و آرمان انصاری فر برادر ایشون و پدرشون امین انصاری فر رو هم بازداشت کردن حدود 10-12 روز پیش و قرار بازداشت 1 ماه براشون صادر شده. و نکته جالبی که توی این پرونده ما میبینیم اینه که توی همین حکم خانم فرزانه انصاری فر به اینه گفته شده که برادرشون توی اعتراضات
سال 98 به دلیل حضور فعال در اعتراضات، تخریب اموال عمومی، توهین به مقدسات، سر دادن شعار علیه نظام، سنگ‌پرانی به مامورین امنیتی و غیره مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و کشته میشن. این خودش خب اولین باریه که در واقع نهاد امنیتی و نهاد قضایی به کشتن فرزاد انصاری فر اعتراف میکنن، اون هم توی حکم قضایی. و ولی در پاسخ به شکایت خانوادهشون قرار منع تعقیب صادر میشه و میگن که ما نمیدونیم چه کسی فرزند شما رو کشته. و آقای انصاری فر که توی دادگاه بین‌المللی آبان صحبت میکنن، شهادت میدن، رو بازداشت میکنن، پسر دیگر آقای انصاری فر رو بازداشت میکنن و فرزانه رو هم بهش حکم حبس بلند مدت میدن. از طرفی خب دیروز هم ما توی تهران تجمع خانواده‌های در واقع دادخواه پرواز PS752 رو داشتیم که در مقابل سفارت اوکراین رفته بودن برای حمایت از مردم اوکراین و اونجا هم با حمله لباس‌های ماموران لباس شخصی در واقع مواجه شدن. و این نکته هم اضافه کنم که با وجود همه اتهاماتی که در زمینه نقض حقوق بشر از طرف سازمان ملل متوجه جمهوری اسلامی هستش، آقای غریب آبادی نماینده جمهوری اسلامی همین پریروز توی نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته بود که حقوق بشر برای ما یه اصل اساسیه و ایران به تعهدات خودش برای حمایت و ارتقای حقوق بشر وفادار بوده. و حالا نمونه‌های بسیاری داریم، حالا از جمله بحث همین احضار خانم راحله احمدی، مادر سبا کردفشاری، به دادگاه برای پرونده جدیدشون، یا مواردی مثل تعطیلی خانه خورشید، نخستین مرکز کاهش آسیب اعتیاد زنان، و حالا بحث فشار بر جمعیت امام‌علی که همچنان ادامه داره. بسیار خوب، لیست بسیار بلنده. اما آقای اکوانیان، یه مسئله دیگه که مطرح شده بود امروز خیلی پررنگ شده بود، این طرحی به عنوان سیانت دوی که در مجلس مطرح شده، چه جزئیاتی ازش تا اینجا میدونیم؟ در کدوم مرحله است؟ بله، این طرح در واقع طرح سیانت یک که همون بحث محدودیت تو فضای مجازی بود و کاهش سرعت رو هم به شدت تو ایران شاهد بودیم. ما اون طرح رو داشتیم که نمایندگان مجلس اون طرح رو تصویب کردن و با اعتراضات گسترده افکار عمومی توی فضای مجازی و حتی توی خود روزنامه‌های داخلی هم مواجه شد. الان طرح جدیدی که هستش به دنبال در واقع جرم انگاری استفاده از پلتفرم‌های خارجی و محبوبی هستش که توی ایران هستن و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس همین امروز گفته که این بحث رو تایید کرده وجود این طرح رو و از ارجاع اون تر به کمیسیون حقوقی مجلس خبر داده. توی این تر با عنوان الحاق یه ماده‌ای به قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره که البته اینم بگم 28 نماینده مجلس هم امضاش کردن، در صورت تصویبش تولید محتوا توی پلتفرم‌های مثل یوتیوب و توییتر میتونه جرم تلقی بشه. این در کنار اینه که تبلیغات هر اثری که بخواد توی ماهواره هم انجام بشه، باز توی شبکه‌های ماهواره انجام بشه، باز جرم تلقی میشه. و بر این اساس، یعنی گفتن که هر گونه همکاری و تهیه محتوا برای این پلتفرم‌ها مجرمانه است و متهم به مجازات‌هایی مثل حبس و شلاق و جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی و حتی مصادره اموال و ممنوعیت از فعالیت شغلی محکوم میشه. مرسی، سپاسگزارم از شما. رضا اکوانیان، فعال حقوق بشر، از بروکسل همراه ما بودید. مرسی. اما برای گفتگوی بیشتر در همین باره همراه میشیم با تغییر رحمانی، فعال تحلیلگر سیاسی از پاریس، پوران ناظمی، فعال مدنی از تهران، و سعید دهخان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو، دیرتر به ما میپیوندند. آقای رحمانی، سوال‌ها رو با شما شروع کنیم. اول برای ما از آخرین وضعیت نرگس محمدی بگید. ما سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه و میهمانان برنامه. ببینید، نرگس بعد از عمل قلب که داشت برای گرفتگی مرخصی بهش داده شد و ما تلاش کردم که وکلا مرخصیش تمدید بشه تا به مراقبت به اصطلاح بیشتری، چون نیاز داره با توجه به زندان قرچک یه سوریه گاوداری رو تبدیل به زندان کردن، برگشتن اون به زندان به شرایط جسمش رو سخت‌تر میکنه، زمینی که حکمش و محرومیتاش همون سر جای خودش است و به بیشک برگشتنش به زندان به جسمش و به سلامتیش آسیب میرسانه.
خیلی ممنون از اینکه برمون گفتید، امیدوارم که سریعتر سلامتیشون برگرده. اما برگردیم سر این موضوع، این لیستی که آقای اکوانیان داشت میگفت از فشار بر کسانی که این روزها حالا یا فعال مدنی بودن یا خانواده دادخواه بودن یا فعال سیاسی بودن خیلی بالا رفته. از اون طرف فضای اقتصادی جامعه بسیار، همه مردم تقریبا زیر فشارن، 70% طبق آمار خودشون روی خط فقر و زیر خط فقر هستن. چرا با یک همچین وضعیت اقتصادی این فشارها بر فعالین مدنی و اجتماعی و سیاسی و خانواده دادخواه بالا رفته دوباره انقدر؟ آقای رحمانی من صدای شما رو ندارم. میگم اگر این کار حکومت نکنه چی کار بکنه؟ ببینید یه شرح بی‌نهایته. آقای خامنه‌ای دیروز تعریفی که از خودش کرد و تعریفی جدیدی کرد، یعنی یه تعریف جدیدی از بعثت کرد که ما باید حکومت دینی داشته باشیم. حکومت دینی هم باید با جهالت مدرن بجنگه. جهالت مدرن هم از منظور دنیای غرب بود. چنین حکومتی با این مشکلاتی که برای مردمش درست کرده، حالا یه فعال مدنی که آزادی میخواد، فعال سنتی که مشکل نان و آب داره و مشکل فعال زن و امثال مشکل تحقیر شدن داره، حکومت جمهوری اسلامی با سیاست کجدار مریض همواری رفتار ادامه میده. حالا مهم اینه موفق میشه یا نمیشه یه بحث دیگه است. مطمئن باشین این فشارها ادامه خواهد داشت، در مقابل مقاومت هم ادامه خواهد داشت. ببینید بحث این است که منتها من امثال من باید فکر کنیم مقاومت چگونه میتواند موثرتر هم بشه، چون واقعیت اینه در مقابل این ظلم مقاومت هم هست. میگه خانواده انصاری فا یه نکته بگم، نرگس رفت اهواز بدیدن این خانواده، شاید خانم ناظمی هم باشون رفته باشه. ببین این خانواده رو فشار آورده بودن به مادر این خانم، به این خانواده گفته بودن اگر تو بخوای فعالیت کنی با پسرت هم میگیریم. ببینید این حد از بیرحمی و این حد از فشار، بچه خانواده رو کشتی، پدر معترض حق داره اعتراض کنه و تو میای مادر خانواده رو تهدید میکنی که اگر تو بخوای اعتراض کنی با پسرت هم اذیت میکنی، از نون خوردن میندازیم. ببین این سیاست به نظر من ادامه داره ولی جواب نداده. ولی مهم اینه که چگونه میشه اخشار مردم بیشتر در با اینا همراه. حتما در مورد صحبت میکنی با آقای رحمانی. من معرفی کنم آقای سعید دهخان، وکیل دادگستری عضو اتحادیه بین المللی وکلا از تورنتو هم به ما پیوستد. آقای دهخان وقت شما هم بخیر، با شما هم صحبت میکنم. اول میخوام از خانم ناظمی بپرسم که خانم ناظمی از آخرین خبرها و فشارها روی خانواده انصاری فرد و خانم اکملی اگر چیز دیگری هست که به ما بگید حتما میشنویم از شما. بله من هم سلام میکنم به همه هممیهنان عزیز شما و مهمانان عزیزی که در خدمتشون هستیم. تقریبا آقای اکوانیان و آقای رحمانی بیشتر مسائل رو گفتن. ما الان خب این روزها شاهد هستیم که تعداد بازداشت ها بالا رفته. شما تصور بکنید حتی فریده مرادخانی که به طریقی نسبت های فامیلی هم با افراد برجسته حکومت داره دستگیر شده، در زندان به خاطر بیماری هایی که هست، بسیاری از اینها تحت فشار هستند. اما بارزترین مسئله ای که این چند روز هست مسئله خانواده انصاری فر و مسئله خانواده مصطفی کریم بیگی هست. دو خانواده ای که فرزندان اینها رو به فاصله 10 سال از همدیگه در خیابان کشتن، یکی رو برای اعتراض به رأی در سال 88 مصطفی کریم بیگی و یکی هم در سال 98. جالبه برخلاف چیزی که اینها میگن، اتفاقا فرزاد انصاری فر اصلا در اعتراضات نبوده، یعنی از سر کار طبق گفته و شهادت خانوادهش بر میگشته، داشته میومده خونه هنوز لباس عوض بکنه و به معترضین بپیونده. و این خانواده ها پیگیر این بودن که خب این عزیزان ما رو که شما به خاک و خون کشیدید چه کسانی مسبب بود، چرا، چطوری کشته شدن و چرا اصلا کشته شدن. از روز اول خب ببینید الان نزدیک 12 سال به خانواده کریم بگی اینها جواب ندادن. هر وقت که اینها میرن به تنها جواب معاندین. اگر خب این کشور اینقدر ولنگواز بوده که معاندین نظام یا نمیدونم تروریستا بیان تو این کشور آدم بکشن و برن و شما هم خراب چیز خبر نشید، پس اون اهمیتی که میگین چیه؟ این دقیقا صحبتی بوده که هر دوتا این خانواده ها به اینا جواب دادن. اما الان میبینید که به خاطر دادخواهی، یعنی تنها چیزی رو که از اینا میخوان اینا اصلا کلا فرزندانشون رو فراموش بکنن.
خونخواهی نکنن، داخواهی نکنن، با اینکه دو تا روش متفاوت هم این دو تا خانواده داشتن. این دو خواهر رو، مخصوصا مریم کریم بیگی رو که فقط در فضای جادی ایشون از دادخواهان حمایت میکرده، چند روز مرتب دارن میارن تحت بازجویی قرارش میدن و اصلا احتمال داره که براش حکمی هم صادر بشه. خانواده انصاری فر رو هم میتونه که میدونین عموی فرزاد انصاری فر یک سال زندان بهش دادن. خود فرزانه خواهرش رو چند دو تا در دو تا پرونده نزدیک 6 سال زندان مجموعا بهش دادن. پدرش امین انصاری فر ایشون هم در زندان هست ممنوع ملاقات و برادر کوچکش آرمان رو هم همینطور الان 10 روزه گرفتن و ممنوع ملاقات هست. این که میخوان چه کاری رو با این خانواده بکنن؟ آیا واقعا حالا با این چه کاری خانم نازمی اجازه بدید من اینجا این رو از شما بپرسم. شما توضیح دادین در مورد دو تا خانواده، خانواده خانم اکملی و انصاری فر، چی شده که این فشارها بر خانواده های دادخواه انقدر بالا گرفته؟ شما اون رو چه میدونید؟ ببینید در واقع خب به همین چیزی که خدمتون گفتم، اینها میخوان هر کاری میکنن. اصولا اعتراض ها وقتی صورت میگیره که مردم به یک قانونی، روشی، چیزی معترض باشن، بیان در فضای واقعی، و اینها هم چون هیچ وقت نمیخوان اصلاح بکنن و جوابگو باشن، تنها روش غلط هستن کشتن آدم ها هستن، اما نمیخوان جوابگوی هیچی باشن و نمیخوان مسئولیتش رو هم قبول بکنن. در قبلا در چند سال گذشته خب به این شکل نبود، شاید خیلی ها نمی اومدن، نمیدونم، یا با ترسی که اینها ایجاد میکردن کمتر می اومدن در این صحنه ها، ولی خب با پافشاری امثال همین شهناز اکملی، دادخواهی که اینها کردن باعث شد که الان مردم بیان و از اینها جواب بخوان که چرا. من فقط دلم بخواد این جمله رو بگم، هر انسان با شرفی اگر یک روزی قرار باشه انتخاب بکنه، حتی کسانی که الان فعال نیستن و به قول معروف جز گروه بی تفاوت جامعه هستن، انسان های با شرف وقتی که لازم باشه در طرف این خانواده ها خواهند ایستاد، آدم هایی که با مظلومیت اون عزیزانشون ریخته شده و هیچ کس هم پاسخگو نیست و این فشارها رو هم بهشون میارن. بسیار خب آقای دهخان، خوش آمد میگم بار دیگه به شما هم که به ما پیوستید. الان برای ما بگید وضعیت قانون جرم سیاسی در ایران به کجا رسیده؟ آیا اصلا میشه امیدی داشت که این برخوردهای امنیتی و قضایی با این قانون یکمی سیستماتیک تر بشه و قابل پیگیری تر باشه؟ من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، میهمانان ارجمند و هموطنان عزیز. واقعیتش اینه که فکر می‌کنم بهتر اول اینجوری بگیم که پیش از اینکه قانون جرم سیاسی رو در مورد حرف بزنیم، اینکه قوانین در کشور ما، من همیشه میگفتم و تاکید داشتم که دو دستن، یا خیلی عادلانه هستن و اصلا اجرا نمیشن، یا اصلا عادلانه نیستن و خیلی اجرا میشن. اتفاقا من فکر کنم قانون جرم سیاسی داره به من یادآوری میکنه که دسته سومی هم میتونه باشه، یعنی قوانینی که نه عادلانه هستن و نه الزاما بر ضد عدالت، بلکه کلا ناقص الخلقه هستن، مثل قانون جرم سیاسی که در سال 95 تصویب شد. اما همین قانون ناقص الخلقه بازم نظام قضایی قبول نمیکنه برای متهمان سیاسی و عقیدتی و فعالان مدنی اینو اجرا بکنه، ولی به جاش مثلا میاد برای آقای علیرضا زاکانی که یکی از وابسته ترین افراد به حکومت هست، نه منتقد حکومت نه معترض، برای اون دادگاه جرم سیاسی تشکیل میده. شما نگاه کنید به سال تصویب قانون جرم سیاسی، این قانون در سال 95 تصویب شد. ما حتی اگه کاری نداشته باشیم به این که چرا 37 سال بعد از تصویب قانون اساسی و حکم اصل 168 این قانون باید قانون جرم سیاسی با این تأخیر 37 ساله تصویب بشه، ولی به هر حال تصویب شده. خب حالا که تصویب شده، چرا در دقیقاً خوب نگاه بکنیم بعد از تصویب جرم سیاسی در سال 95 این قانون چه اتفاقایی در کشور افتاده؟ ما اعتراضات پشت سر هم داشتیم، اما همین قانون ناقص الخلقه اجرا نشده، مثل دیماه 96، یک سال بعد از تصویب قانون جرم سیاسی رو عرض میکنم، مرداد 97، آبان 98، هواپیمای اوکراینی، یا همین امسال دو سری اعتراضات خوزستان رو داشتیم، کشاورزان اصفهانی رو داشتیم. البته اگر این روند این مسائل رو در پیوند با متن سوگند قضات بخوایم ببینیم، که خیلی هم شاید فرقی نکنه که این قانون کی تصویب شده، چگونه تصویب شده، اجرا میشه نمیشه. چرا؟ چون اگه خوب دقت بکنیم در خود سوگند قضات هیچ اشاره‌ای حتی یک کلمه به قانون نشده،
بله. یعنی یک کلمه قانون ما در سوگند قضات نداریم. به جاش نوشته شده عیناً که با تلاش پیگیری در مسند قضا در تحکیم مبانی جمهوری اسلامی و حمایت از مقام رهبری دین خود را به انقلاب اسلامی ادا نمایم. این عین بخشی از متن سوگند قضات است. خب وقتی قضاتی که سوگند خوردن از رهبری حمایت کنن و دین خودشون رو به انقلاب اسلامی ادا کنن، سوال اینه که چطور میتونن به اتهامات مخالفان این نظام و منتقدان رهبری عادلانه رسیدگی کنن؟ اونم تو دادگاه انقلاب که نه دادگاه عادیه و نه علنیه و نه حضور هیئت منصفه واقعی درش تثبیت شده. من به همین دلیل معتقدم و باز هم تاکید دارم که ما در واقع در محله فروپاشی حقوقی هستیم که قوانین یا ناکارآمدن یا نامشروع یا هیچ انسجامی ندارن و در تناقض با هم هستن یا توان اجرا براشون نیست. بسیار خوب. آقای رحمانی، یه زمانی اعتراضات بیشتر فرد محور بود، ولی الان تقریبا هر روز توی خبرها ما با یک سری اعتراضهای صنفی مواجه هستیم. از یه طرف حاکمیت هم با افراد برخورد میکنه، بگیر و ببندها، انفرادی های طولانی مدت، دزدیدن آدم ها، از اون بر NGO ها رو میبنده. آقای اکبانیان اشاره کردن به بسته شدن خانه خورشید. با یک همچین حاکمیتی که وضعیت رسیدگی به مسائل هم که در دادگاه ها این شکلی داره، چه کاری میتونه بکنه جامعه مدنی و فعال مدنی؟ ببینید، ما تو مسابقه فوتبالی هستیم که هنوز نیمه اولشه، یعنی هنوز کشمکش ادامه داره. واقعیتی این کشمکش ادامه داره. بعد از شکست اصلاحات یک سری حرکت‌هایی در درون جامعه به شکل مستقل در حال شکل گرفتن. ببین، بخشی از ناامید میکنن، بخشی از جامعه جنبشی است، بخشی از جامعه اعتراضی است، بخشی از جامعه مطالباتی است، و اینا هر کدام به متناسب با دیدگاه خودشان میان وسط. جامعه منفعل بخشی از روشنفکران هستن، میان با آقای خامنه‌ای نصیحت میکنن، این اثر نداره. دوم، مثلا یه سری اعتراضات شما میبینید مثل آبان، مثل خوزستان، مثل اصفهان که خیلی مهم بود، مثل امثال این، خب اینا اعتراضاتی است اعتراضی و شورشی، شورش هم منفی نیست. شما یه سری اعتراضات مطالباتی دارید، معلمان، بعد از گذر شما یه سری اعتراضات دارید تو شب افکار اون شبکه‌های اجتماعی. شما دقت کنید جمهوری اسلامی در یه جاهای عقب میشینه ولی دوباره میاد جلو، مثل همین طرح سیانه. ببین، مجموعه این اعتراضات نشان میدهد که یک حالتی در ایران در حال شکل گرفتنه که هنوز راهبرد روشنی نداره، ولی مردمی، لااقل بخش زیادی از مردم، دارن مقاومت میکنن و نمیخواهن این سیاستی که حکومت براشان پخته به اصطلاح قبول بکنن. سیاستی که اینا معتقدن که ما ایم و جامعه هم هر چی ما میگه باید گوش کنیم. ببینید، خب اینجا شما با یه بحران مواجه هستی. من اعتقاد دارم روشن، بخشی از روشن فکران ما، بخشی از نیروهای سیاسی ما هنوز این ویژگی درک نکردن. مثال، اصلاح طلبان خیابان و اعتراض رو بد میدانن. تو برخی از نیروهایی که معتقدن الان باید جمهوری اسلامی بیفته، یه چیزایی از این جنبش‌های مطالباتی میخوان که در توانشان نیست. در صورتی که این وضعیت و این توان جامعه است، کشاورز اصفهانی میاد حرفش مطرح میکنه، خوزستانی ها میان، شما مدام اعتصاب و اعتراض کارگری میبینید. این یک توانایی در یک جامعه نشان میده که اینقدر تحت فشاره. ببینید، تحریم ها هم دولت و هم ایران و مردم بیشتر مشاله کرده، ولی این مقاومتی که در صورت میگیره هم مقاومت فردی، مثلا مثل خانواده اکملی، اینا در حقیقت پیشتاز یک خونخواهی نیستن، دادخواهی هستن. این خیلی مدرنه. و مثل اینا خانواده انصاری فرد و مقاومت های فردی خانم ها در مورد حجاب تو تهران و شهرهای بزرگ، این خیلی مسئله مهمی، اینه دست کم نگیرید. فضای مجازی، بعد شما میایید میبینید اعتراضات و اعتراضات صنفی و مطالباتی. شما دقت میکنید با این ویژگی باید دید که جمهوری اسلامی، من بیشتر جمهوری اسلامی کار خودش رو میکنه، سعی میکنه سرکوب کنه. من معتقد هستم این طرف یا اون نیروی سیاسی اینطوری روشنفکری که تئوری میتواند برای این ببیند و چگونه همراه کند که این اعتراضات نخوابه، چون در وهله اول شما با یه نظام متوقفش کنید، بعد وادار به عقب نشینیش کنید و بعد اگه به تنگ تکلیفش روز برسید. ولی ما هنوز در مرحله گفتم نیمه اول فوتبال هستیم، جنبش هایی دارن شکل میگیرن مستقل از جنای حاکمیت و حتی جریانات سیاسی. یعنی این مقابله مردم هست با نظام.
گروه سیاسی پشت این قضیه نیست. گروه های سیاسی هنوز تعیین تکلیف درست با اینا نکردن. بله. بسیار خوب. خانم ناظمی، الان توی وضعیتی هستیم که مثلا خانم نرگس محمدی رو که کتاب شکنجه سفید رو نوشته میگیرن، بیش از 60 روز انفرادی میکنن، همون چیزی که به نام شکنجه سفید ازش نام میکنه نام میبره. وضعیت حسین رونقی رو داشتیم، صدای پدرش رو شنیدیم، خانواده خانم شهناز اکملی رو شما توضیح دادید. حاکمیت از ادامه این روند دنبال چیه؟ ببینید، اینکه این سوال رو همیشه همه میپرسن و من فکر میکنم تنها جوابش همینه، جز اینی که ما بتونیم بگیم که در یک حکومت بسته ایدئولوژیک ما داریم زندگی میکنیم، در یک حکومت قدرتمداری که هیچ اعتراضی رو بر نمیتابه. یعنی شما فکر کنید که اینا همه ما رو امنیتی میدونن، چه دادخواه باشی، چه نمیدونم فعال مدنی باشی، چه فعال سیاسی باشی، چون که در هر صورت قسمتی از حاکمیت اینها رو ما زیر سوال میبریم، قسمتی از قوانین اینها رو یا نوع برخوردهاشون رو، امنیت اینها رو زیر سوال میبریم، پس ما میشیم واقعا محکومین امنیتی. اینها هیچ تفاوتی رو نمیذارن بیش هیچ کدوم از اینها. حتی همون دادخانی که شما میگید که اینها میان چطور با اینها برخورد امنیتی میکنن، خب این هم یه قسمتی از همون کارشونه دیگه. اینجا نیست که اینها چرا این کار رو میکنن. اینها هر وقت در سختی قرار میگیرن یا به هر حال دولت ها عوض، بحثاشون عوض میشه، یه تفاوت های کوچیکی دارن، بعضی هاشون معتقد هستن باید فشار رو بر ماها بیشتر کنن، بعضی هم یک کمی شاید مثلا مثل زمان های دیگه آزادتر بذارن، ولی در واقع در هدف و نیتشون که تفاوتی ایجاد نمیشه. خب خانم ناظمی، تو این وضعیتی که از خواهی میکنم اجازه بدیم پس این سوال رو از این طرف هم بهش نگاه کنیم. با این وضعیتی که شما از حاکمیت توضیح دادین، جامعه مدنی اینجا چه کار باید بکنه؟ شما چی فکر میکنید؟ بله همین، پس اونا رو که دیگه ما میدونیم، اما اینکه رفتار ما در قبال اینا چطور باشه خیلی ببینید متاسفانه یا خیلی وقت رفتارهامون یا برخوردهایی که میکنیم بوشید که واقعا بتونیم حمایت کافی را از اینها داشته باشیم. من خودم معتقد هستم که درسته در فضای مجازی خب با بیانیه دادن و حمایت‌های اینطوری ما جامعه جهانی رو، فعالین حقوق بشر رو، نهادهای حقوق بشری رو در دنیا متوجه میکنیم که در ایران چی میگذره، اما تا الان نشون ندادی که اینها در فضای مجازی. خانم ناظمی عذرخواهی میکنم، ما صدای شما رو قطع و وصل میشنویم. همکارانم سعی میکنن صدای شما رو درست کنم. من برمیگردم این سوال رو دوباره از شما میپرسم. آقای دهقان، یه موضوعی که اینجا مطرحه اینه که رئیس قوه قضاییه آقای اژه‌ای هر بار که حالا این روزها صحبتی میکنه مدام اشاره میکنه به قانونمند شدن دستگیری، نگهداری متهم، روشی که زندانی رو توی دادگاه باش برخورد میکنه، همه اینها رو هی رئیس قوه قضاییه بهش اشاره میکنه. اما از اون طرف از بازداشت‌های بی‌نام و نشان هنوز ازش خبر داریم، بدون اینکه حکم داشته باشن، تا نگه داشتن زندانی نرگس محمدی بیش از 60 روز در انفرادی، شکنجه در خشونت فیزیکی در هنگام بازداشت، همه اینها رو داریم. مسئول رسیدگی، واحد نظارتی این سیستم قضایی امنیتی این کشور کجاست؟ مردم به کجا داده خودشون رو ببرن؟ ببینید، اتفاقا این همون نقطه کلیدی هست که من تاکید دارم ما به اون نقطه فروپاشی حقوقی در واقع رسیدیم. وگرنه اگه قرار باشه مسئولین بر اساس اظهار نظرها و شعارهایی که در زبان میارن ما ملاک عمل قرار بدیم، پس اون وقت دیگه واقعیتایی که میبینیم باید چشممون رو بر واقعیت ببندیم. بی تفاوتی جامعه، اگر بخشی از جامعه بی تفاوتن، انگار منتظرن بلایی که بر سر بخش دیگری از جامعه اومد بر سر خودشون یا اعضای خانواده‌شون بیاد که از این بی تفاوتی خارج بشن. ضمناً من تصور
شخصا تصور خودم اینه که ما در میانه های نیمه دوم هستیم از اگر بازی فوتبال باشه، برای اینکه جام رحمانی میگن پایان نیمه اول، میخوام تاکید کنم شاید اواخر نیمه دوم هستیم و وقتی که در واقع داره از این وضعیت از منظر دادخواهی در ایران از طرف خانواده ها دنبال میشه، این وقت رو کوتاه‌تر میکنه، سرعت بازی رو بالاتر میبره و از اون ور وضعیتی که فشار میاره به نظام قضایی که قانونی که ادعا میشه، خب خیلی از قوانینی که بر ضد آزادی هن. وقتی قوانین بر ضد آزادی هن، اصرار ما بر اجرای قوانین، منظور ما قوانینی که به واقع قانون محسوب میشن، نه آنچه که مسببه ای هستن که بر ضد آزادی هن. ضمناً وقتی بازداشت ها، ما میگیم بازداشت، اما بسیاری از این اتفاقاتی که میفته، از جمله همین اخیراً در مورد آقای رونقی یا پیشتر در مورد خانم نرگس محمدی، آقای رضا و خیلی های دیگه، اون عنوان بازداشت نداره. ما در قانون تعریف بازداشت رو میدونیم چیه. اون اسم بعضی از این وقایع شبیه ربایش هست یا آدم ربایی هست یا ناپدیدسازی قهریه، اون چیزی که در ترم حقوقی براش تعریف شده و خودش یه جرمه که بر اساس ماده 570 قانون جزا مامورانی که چنین کاری میکنن باید تعقیب تحت تعقیب قرار بگیرن. چرا هیچ وقت اتفاق نمیافته آقای دهخان؟ چرا مردم عادی هیچ ندارن که برن شکایت کنن؟ این مشکل همون دقیقاً سوال خوبیه. ببینید واقعیتش اینه که در داخل نظام قضایی ما، چون رویکرد سیاسی و امنیتی در پرونده حقوق بشری حاکمه، ما قانون رو بر مدار نمی‌بینیم. یعنی اون قوانین حداقلی عادلانه و قوانین نیم بند هم در واقع اجرا نمیشه. از طرفی شعار رؤسای قوه قضاییه رو ملاک قرار بدیم و بعد برسیم به نظارت. ببینید آقای شاهرودی وقتی اومدن قوه قضاییه تحویل گرفتن، جمله کلیدیشون چی بود؟ این بود که من ویرانه تحویل گرفتم. خب ایشون اواخر دهه 70 اومدن تحویل گرفتن. وقتی ویرانه تحویل گرفتن، دو دوره آقای یزدی بودن که میشه 10 سال. پس یعنی کل دهه 70 ویرانه بوده. خب ایشون خودشون وقتی اومدن با آیین‌نامه‌هایی که خلاف جامعه مدنی، نهاد وکالت، حق دفاع شهروندان بود، علیه آزادی‌های اساسی اومدن قیام کردن. در دوره ایشون یادمون نره، ما پرونده‌ای که در دوره ایشون داشتیم، توقیف فله مطبوعات رو داشتیم. سعید مرتضوی در اون موقع در واقع اومدن قدرت گرفتن و خیلی فجایع دیگه، و در آخرم که داشتن می‌رفتن باز آیین‌نامه‌های بر ضد آزادی‌ها تصویب کردن. همین ویرانه در ادامه آقای آملی دارجانی، همش شعار این بود اصلاحات قضایی، توسعه قضایی، اما انجام نشد. آقای رئیسی هم که اومد همینجور با بخشنامه‌های فراوان اومد بر ضد قانون قیام کرد در واقع. آقای اژه‌ای هم امروز در واقع همون به مساق سلف خودشون، البته آقای اژه‌ای و آقای رئیسی در تمام ادوار قوه قضاییه مسئولیت داشتن، نمیتونم بگم ما تازه اومدیم نمیدونستیم. برای این از اینجا ما یک کمبود، یک نهادی داریم که در دنیای توسعه یافته تعریف شده است، مثل آمبودزمان، نهادی که مستقل از حکومت باشه و رفتارهای خلاف قانون و مفسد انگیز نظام‌های سیاسی و قضایی رو بتونه نظارت بکنه. در حالی که در ایران ما نهادی که داریم برای نظارت سازمان بازرسی کل کشوره که زیر نظر خود قوه قضاییه است. قوه قضاییه هم منصوب رهبریه و ما هیچ جا روند دموکراتیک نداریم. دیوان محاسبات با مجلسه که عملاً مجلس هم اراده ملت رو در واقع گویای اراده ملت نیست. بنابراین من فکر کنم مردم در واقع در شرایط سختی قرار گرفتن که به بی‌پناهیشون بیشتر دامن زده میشه، چون جایی که برای دادخواهی باید برن اصل 34 قانون اساسی حقشون قرار داده، اما اونها دادخواهی در حالی که حقشون هست انگار یک عمل مجرمانه است و برای دادخواهی تحت تعقیب قرار میگیرن، که این هم باز یکی دیگه از نشانه های قوی برای فروپاشی حقوقیه. بسیار خوب خانم ناظمی، امیدوارم صدای شما درست شده باشه. خیلی کوتاه برامون حرفتون رو بزنید که وظیفه جامعه مدنی رو چی میدونید، چون ما تقریبا نشنیدیم حرفای شما رو. بله خب عذرخواهی میکنم، من توضیحاتی دادم در مورد این، من گفتم که باید از فضای مجازی، در عین حالی که فضای مجازی باعث میشه که نهادهای حقوق بشری و دنیا جنایات اینها رو بفهمن، به فضای واقعی بیایم. ما هنوز یک نهادی نداریم، یک مرکز حمایتی برای کسایی که دستگیر میشه رسانی دقیق انجام بده، صادقانه انجام بده، موارد قانونی اینها رو بهشون یاد بده، وکیل بگیره، خانواده ها رو حمایت بکنه. ببینید ما بیشتر وقتی رو که داریم با دوستان هم فکرون میگذرونیم بیشتر از خانواده هامونه. بعضا خانواده های ما گاهی به جایی که حکومت رو محکوم کنن، خود ما رو محکوم میکنن. بعضی وقتا حتی یک خانواده سیاسی هستن، مثل خود همین آقای تقی رحمانی که من این گلایه رو ازشون دارم اینجا. در مورد خانم نرگس محمدی من چندین بار گفتم خواهش میکنم شما مثلا اینجوری، ولی ایشون گفتن که من برای همه، برای من همسرم با دیگران الان تفاوتی نمیکنه، به خاطر که همه دارن رنج میکشن.
خب من فکر میکردم مثلا شاید همسرشون باشن باید بیشتر اتفاقا این کارو بکنن، نظرشون این بود. در هر صورت خانواده حالا خیلی های دیگه هم این کارو میکنن، پس بهترین راه اینه که اینها رو از خانواده خارج بکنیم بیاریم در یک مرکز حمایتی. اما در مورد خیلی ها خیلی کوتاه الان هستن در جامعه، معذرت میخوام، من مخالفم نیستم، مثل کسایی که در جنگ شرکت کردن، من میخوام اینها رو مخاطب قرار بدم. آیا پدر فرزانه انصاری فر یا منوچهر بختیاری که در زندان هستن، اینها مگه هم رزم و هم سنگر شما نبودن؟ آیا این شما نباید واقعا یک بار برید از اینها بپرسید چه اتفاقی افتاد، در چی شما رو از چی کشتن، چی جواب دادن؟ چون وقت کمه من دیگه توضیح زیادی نمیدم. سپاسگزارم. آقای رحمانی، گله خانم ناظمی رو شنیدید؟ اگه خواستید جواب بدید حتما میشنویم. اما من میخواستم برگردم روی اون محور آخر برنامه، حتما باهاتون حرف بزنم که خب این فشارها به جامعه مدنی NGO رو میبندن، فعال سیاسی و مدنی رو دستگیر میکنن، از اون طرف این قانون طرح صیانت دو هم مطرح شده، حاکمیتی که این روش قضایی امنیتی رو داره در پیش میگیره، آیا میتونه با این کارها بقای نظام سیاسی خودش رو تضمین کنه؟ من یه جمله بگم، ببین من خود من و نرگس یاد گرفتیم از حالی صحابی و مهندس صحابی که صدای همه باشه. یه خود نرگس هم میخواد، من نمیخواد. و من با رهبرسازی مصنوعی به شدت مخالفم، اینو خود نرگس هم اتفاق داره. نرگس یک پیشتازه، لیدر اجتماعی، یه پیشتاز باید راه لیدرها رو باز کنه که با مردمشان مثلا معلم ها هماهنگی میکنه. الان که مشکلات بزرگ جامعه ما رهبران تک نفره است که نرگس هیچ وقت وارد این بازی نشده، امیدوارم هیچ وقت هم نشه. پیشتاز راه جامعه رو باز میکنه، رهبر نیست، این بحران ماست. اما یه چیزی در نظر بگیرید، احتمال میخوام این سوال شما بپردازم. یه معلم میاد تو خیابان، روشن فکران ما، روزنامه‌نگاران ما، بچه‌هاش نمی‌رسن غیر انتفاعی، اشکالی هم نداره. ولی وقتی سیستم آموزش پرورشی حساس نمیشن، سیستم آموزش پرورشی ما داره سوخت‌پوست درست می‌کنه مطابق میل آقای خامنه‌ای، چرا حساسیت در میان روشن فکران ما؟ اشکالی هم نداره بچه‌هاش نمی‌رسن غیر انتفاعی. روزنامه‌نگاران ما اینقدر نیست که به این مسئله معلم ها بپردازن. چرا به مسئله کشاورزا درست نمی‌پردازن؟ ببینید اینها اومدن با جمعیت خود، چون تشکل مطالباتی هم، این مطالبات میتواند صدای جامعه ایران قوی کنه. ببینید مردم ما صداشان خاموش نشده، این صدا رو باید تقویت کرد. آقای رحمانی، اگر که این روند رو حاکمیتی بگیره و این صداها رو هی بخواد خفه کنه، آیا میتونه بقای سیستم نظام خودش رو تضمین کنه؟ این که میگم نیمه و اول بازیه، دهقان درست میگه، برای سیستم قضایی نیمه دوم بازیه، نیمه دوم نیمه مربی هست. یک نوع مقاومتی در جامعه ایران در حال شرفه، در بسیار در شرایط سخت ناامید یه سری هستن، میگن نیمه دوم نیمه مربی هست. من میگم چرا روشن فکران و سیاسیون باید به این فکر کنن که در این نیمه دوم برای این اعتراضات استراتژی عملی برای دستاورد داشته باشن. رژیم موفق نمی‌شود ولی می‌تواند تأخیر بیاندازه. ما باید جلوی تأخیر رو بگیریم. ببینید هیچ حکومتی در ادامه مستبد یه جمله بازجویی به من گفت، جالب بود، این خیلی برای من مهم بود. من یه بار عصبانی بودم، سال 82 بود، تو بازجویی گفتم هیچ حکومتی نمونه شما میرید. خندی گفت معلومه همه حکومت ها میرن، ولی الانشو بگو. ببین من یک فعال سیاسی هستم با دید استراتژیک، وقتی حرف میزنم میگم این حرکت سیاسی به کجا باید برسه و این چه نتیجه باید برای مردم داشته باشه. بله. اینجاست که از این منظر به اصلاح طلب ها نقد میکنم و اونی هم که بار اضافی رو این جنبش ها میگذارد نقد دارم. ما باید این جنبش رو درک کنیم و بعد باهشان حرکت کنیم. ما الان این ضعف رو میبینیم، دستا که اعتراض وجود داره. بسیار خب آقای دهخان، من میخوام به این طرح صیانت دو از نظر قانونی شما بپردازید. از نظر حقوقی چقدر امکان داره اجرایی بشه؟ بخشی از ما خاطراتمون هست و برخورد حکومت با ماهواره و دستگاه ویدیو، حتی آیا واقعا این به همون نتیجه میرسه یا اجرایی میشه؟
ببینید واقعیتش اینه که از دوره قبل‌تر هم همینجور سر رادیو هم بود، تلویزیون هم بود، تا زمانی که در واقع با بینش و منش ایدئولوژیک بخواد یک کشوری قانون‌گذاری بکنه نه بر اساس مطالبات جامعه و نیازهای روز مردم، همیشه همین واقعه تکرار میشه، تکرار و تکرار میشه. در مورد ماهواره در نظر بگیرید 27 سال پیش این قانون وضع شد، در همون موقع هم این قانون غلطی بود، همه هم گفته بودن، اما 27 سال بعد در سالهای گذشته در واقع خود خبرگزاری رسمی کشور اعلام کردن که 90% مردم ایران از ماهواره استفاده میکنن. خب قانونی که جرم‌انگاری میکنه یک امر مدرن روز رو که نیاز همه شهروندان هست رو و باعث میشه که 90% مردم مثلا ظاهراً مجرم تلقی میشن در حالی که این نافرمانی مدنی کاملا قابل درک و قابل دفاع هست، بعد 27 سال بعد به جای نسخ کردن اون قانون غلط و استفاده درست از تجربیات جهانی میاد برمیگرده یه ماده به اون قانون منسوخ، در واقع منسوخ نه به معنای حقوقی، به معنای اجتماعی منظورمه، اضافه میکنه که یک محدودیت دیگه ایجاد بکنه. به نظر میاد دو تا اشکال داره. اول از همه که هنوز درک نکرده که قانون باید تابع مسائل اجتماعی باشه، نه اینکه مسائل اجتماعی تابع قانون باشه. یعنی قانون در کف خیابون در جامعه مطالبات مردم هست که در دل قانون میره، نه که من پشت صندلی‌های قرمز سابق بهارستان و سبز فعلی بشینم برای خودم قانون گذاری کنم و منویات دیگر و سلیقه‌های شخصی خودم و منویات مقامات امنیتی یا نظامی رو در واقع بخوام دنبال کنم. این قانون به هیچ وجه نمیتونه اجرایی بشه، حتی اگه اسم قانون لباس قانون به تن خودش بکنه امکان اجراش نیست، کما اینکه در مورد ماهواره نبوده. ضمن اینکه این ماده‌ای که الحاق دارن میکنن در واقع دارن میگن شما در توییتر و مثلا یوتیوب یا جاهای اپلیکیشن های شبیه این اگه تولید محتوایی بکنی، چیزی بنویسی، خب همین الان مگه این قانون هست؟ همین الان چقدر خبرنگارای ما، فعالان مدنی ما، فعالان حقوق بشری، فعالان سیاسی و کنشگران ما، مگه این همه پرونده براشون ایجاد نشد بابت توییتاشون؟ مگه این قانون بود که این اتفاق افتاد؟ برای همین من عرض میکنم مسئله ما قانون نیست، باید خیلی مراقبت کنیم ببینیم قانون، زمانی اسم قانون رو به معنی اخص کلمه به خودش میتونه بگیره که در واقع اراده ملت در اونجا باشه. حاکمان مستاجرانن، حاکمان میان که اراده من رو نمایندگی بکنن و قانون وضع بکنن. وقتی منویات خودشون رو قانون میکنن اون قابلیت اجرا نداره، من بعیدم میتونم اجرا بشه. ترس از شفافیت باعث میشه ترس سیانت مطرح بشه، خیانت بشه به مطالبات مردم. به نظر بنده این قانون هم یکی دیگه از شاخصهای فروپاشی حقوقی رو داره که توان اجرا نداره. سپاسگزارم از مهمانان برنامه. تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما همراه بودید. پوران ناظمی، فعال مدنی از تهران، و سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو. و ممنون از شما که بینندگی امروز چشم‌انداز بودید. سلامت بمانید. خدا نگهدار.